با نام یاد خدا، با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان ارجمند شبکه های جهانی آریانا و آریانا نوز. امیدوار هستم که همه شما عزیزا خوب و صحتمند باشین. بار دیگر من خوشحال آصفی با تقدیم نمودن یکی دیگر از برنامه های تجسس در این هفته در خدمت شما عزیزا قرار دارم. موضوعی که مورد کاوش و ریشه یابی مان در این هفته قرار گرفته، بحث قاچاق سنگ‌های قیمتی و تزهینی و همچنان استخراج غیرقانونی معادن سنگ‌های قیمتی در ولایت باستانی هرات هست. این که چه کسی ملامت هست، چه کسی سلامت هست و چرا این کار صورت می‌گیره و تا هنوز چرا جلب این کار گرفته نشده، در برنامه تجسس این هفته به کاوش و ریشه‌یابی گرفته شده است. با ما تا آخرین دقایق برنامه همراه باشید. هرات ولایت در غرب کشور که معادن زیاد در مناطق مختلف آن وجود دارد. گزارش ها می رساند که ولسوالی های چشت، زندجان و غوریان مناطقی هستند که در آنها لاجورد، زمرد و سنگ های تزهینی از جمله مرمر وجود دارد. اما به باور باشندگان این ولایت، بیشتر این معادن به گونه غیر قانونی از سوی مافیا و زورمندان محلی استخراج و به ایران قاچاق می شود. باشندگان هرات حکومت را در عدم جلوگیری از استخراج غیرقانونی این معادن انتقاد می کنند. یک مایه نگرانی برای تمام مردم افغانستان، نه برای ما خالصا، چون شرایط بیکاری در تمام افغانستان به اوج قدرت خود رسیده. مردم ما رو به زیر سایه فقر به سر می برن. اما خلاصا شکایت از لیک ما داریم، خلاصا دولت ما بی‌کفایت است، مسئولین منصوبین ما تمام خلاصا بی‌کفایت است، چون ما خود ما مثلا دست همسایه خود به یخن خود رو میدیم، همسایه می از گردن ما میگیره گلون ما رو پاره میکنه، چون ما خود ما مقصر هستیم، دولت نداریم، مسئولین نداریم، منصوبین نداریم، همه خلاصا شرایط در افغانستان کنونی فعلا به این خصوص فقط تمام مردم ما از دولت تا مثلا تا مردم ملتی ما می فقط گفتن داره اما شنیدن داره، فقط عملکرد نداریم. ما از این کار یعنی به صورت بسیار جدی از حکومت خواستاریم که باید جلوی همچون کار را بگیره و این نه تنها برای یک شهروند بلکه برای تمام تجارا، بلکه برای تمام سرمایه گذارا یعنی قابل نگرانی هست. سنگای زینتی ما به کشورهای همسایه قاچاق میشه، غیر مستقیم بدون اینکه قانونی بره، غیر مستقیم اینا قاچاق میشه. این صدمه ملی به خود کشور و همه افغانیه، نه تنها به ما سنگ فروشا باشه، به همه این صدمه چیه که سرمی بزرگ که ما از دولت خواهش مندم که می جلو و می کار بیگره. بدبختی در اینجاست که فعلاً فعلاً همه در خود شهرک صنعتی که بیشتر شاید اطلاع داشته باشند که بیشترین کارخانه زیاد است، اما بدبختانه کل از اونها کارخانه خوابیده است. چرا؟ به خاطر که سنگای داخلی کلاً در سنگای خود افغانستان در دیگر کشورها صادر میشه اما قاچاق میشه، اما ما نمیتونیم که از اون سنگا در داخل کشور مصرف کنیم. نگرانی تنها نگرانی ما نیست که ما اینجا نمایندگی داریم یا سنگ فروش داریم، نمایندگی تمام مردم باید باشه، چون ربط یعنی ارتباط با خود اقتصاد کشور ما داره. در پیوند به این نگرانی، باشندگان هرات، رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش که سال پار به هرات داشت، به زبان تند قاچاقبران معادن در هرات را هشدار داد که جلو این کار را خواهد گرفت. رئیس جمهور همچنان فرمان توقف و بررسی قراردادهای معادن هرات را نیز صادر کرد. اما برخی اعضای شورای ولایتی هرات میگویند با گذشت چندین ماه از این فرمان رئیس جمهور غنی، هیچ اقدام مؤثر از سوی حکومت برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن این ولایت صورت نگرفته است و حتی در قراردادهای معادن فساد گسترده نیز صورت میگیرد. دینه مجلس برش اختار میدو. اگه سبا سر ایران فروخته بود، اگه بندش نکنم بچه آدم نباشم. بگو دوستی، من دوستی ندارم. میشناسین که برادر سکه من نمیبینم. اختار واضح بتشه، سنگ خام افغانستان قابل فروش نیست. و بیارین، معدن دیگر من شخصا برتان اجازه میدو. در بعض سنگ های سنگ مرمر، با داشتن سنگ مرمر ما در 100 کیلومتری شهر هرات در منطقه چشت شریف که یکی از بزرگترین معادن هست، متاسفانه دولت نتوانسته او چیزهایی که رئیس جمهور وعده سپرد در بخش عدم انتقال سنگ غیر پروسس شده به کشورهای همسایه وعده‌ای که کرد تحقق پیدا بکنه. و متاسفانه هنوز که هنوزم هست سنگ ها به صورت
غیر قانونی و در مواردی هم بر اساس قراردادها به کشور جمهوری اسلامی ایران انتقال میکنه که یکی از چالش ها هست و ما متاسفانه نتونستیم زمینی کار رو فراهم کنیم. خود پروسس سنگ در داخل افغانستان با ظرفیتی که وجود داره، با 40 فابریکه‌ای که در بخش پروسس سنگ در ولایت هرات وجود داره یا بیشتر از او، میتونه برای اطبای افغانستان، برای شهروندان افغانستان زمینه کار فراهم بکنه، چیزی که متاسفانه رئیس جمهور گفت و تحقق پیدا نکرد. این امکان نداره که یک پروسه فسادآلود دوام پیدا بکنه و مسئولین طراز اول در اون نقشی نداشته باشن. خب متاسفانه ریاست صنایع و معادن در این قسمت کمکاری میکنن و ما مطمئنیم که اینا به طول یک سال شاید به تعداد بسیار کمی رو اونا فرصت پیدا کردن که نظارت کنن یا اصلا نظارت نمیکنن و این مسلما همین روند همچنان ادامه داره و همین اکنون سنگ ها به کشورهای همسایه، به کشور جمهوری اسلامی ایران، به چین و به کشورهای پاکستان مسلما اینها صادر میشه و حتی به کشورهای امارات متحده عربی و امارات متحده عربی در اونجا هم صادر میشه و به شکل غیر پروسس شده هم صادر میشه، که چون خب فرمان رئیس جمهور بود که سنگ باید در داخل افغانستان پروسس بشه. هرچند استدلال های دارن که معقول و منطقی هم هست، چون در کشورهای خریدار یا متقاضی سنگ اونها سنگ پروسس شده افغانستان تمایل ندارن، بخاطر اینکه اونا مطابق به میل خود خواه و به اساس دستگاه هایی که خود از اینا به شکل پیشرفته دارن سنگار پروسس میکنن. ولی خوبه که چون حکم ریاست جمهوری هست این موضوع بالاخره قانونمند بشه و حداقل مجوز رسمی گرفته بشه بخاطر انتقال از این. در میان معادن هرات سنگ مرمر در ولسوالی چشت از مرغوب ترین سنگ ها به شمار می رود و شهرت جهانی نیز دارد. اکنون بیش از 50 شرکت خصوصی در بخش پروسس سنگ مرمر و سایر سنگ های تزهینی در هرات سرمایه گذاری کردند. اما مسئولان اتحادیه سرتاسری مرمر افغانستان می گویند فرمان توقف قراردادهای معادن هرات از سوی رئیس جمهور باعث شده است که کار بیش از 20 شرکت پروسس سنگ مرمر توقف یابد که میلیون ها افغانی به این شرکت ها خساره وارد شده است. مسئولان این اتحادیه همچنان وزارت معادن و پترولیم را یک وزارت بیکفایت و ناکارا می دانند و از رئیس جمهور خواهان اصلاحات ژرف در این وزارت هستند. اما وزارت معادن و پترولیم با رد این ادعاها می گوید توقف قراردادهای معادن هرات به خاطر بررسی و نظارت دقیق این قراردادها بوده و به زودی از سر گرفته خواهند شد. تا جایی که برای اتحادیه معلوم است و خبر داریم، اکثر کارخانه در هرات به علت از اینکه سنگ برشان نمیرسه خوابیده است. این در حالت فلج هستند. فقط مشکلات ما همیست که قرارداد فعلا وزارت معدن قراردادش بند است. با کارخانه دارا، با معدن دارا قرارداد نمیشه. با کارخانه دارا منظورم این است که با کارخانه دارا همی سنگ های پروسس شده ای که اماده فروشات یا اماده عزیز که در بازار توزیع شود، اونا اگر بازار آزاد بگیرن خوب، اگر در غیر اون صورت کدام قرارداد دولتی که با فرمان جناب رئیس جمهور که فرمانم داده شده ای باره که چیزی تولیدات وطنی است، خصوصا در رابطه با صنعت گفتن که باید از خود کشور مصرف به خود کشور شود. متاسفانه که این کار تا هنوز صورت نگرفته و برعکس از اون معادنم قراردادها با سکتورهای خصوصی بسیار با مشکلات فعلا که بیخی به کلی بند است. اینه ایج وزارت معدن کدام کسی را نداره که مسئولیت پذیر باشه یا آدم عرضه بکنه، عرضه آدم رسیدگی شوه. در ولایت هرات ما سنگهای متعدد تزیینی داریم و این سنگها در چوکات قرارداد به شکلی که لازم هست استخراج میشه و البته در بعضش در مرحله اکتشاف است و بعضش هم در مراحل استخراج. طبقی که قرارداد حکم میکنه، نظارت از امور قراردادی صورت میگیره و این نظارت ها به شکل مقطعی توسط ادارات فرعی و ولایتی وزارت معدن و پترولیم صورت میگیره. تا هنوز
مشخصتر اگر صحبت بکنیم، اینطور یک موردی که ما از قراردادی خود ای رابطه داشته باشیم که اونا تخلف کرده باشن و باز بعد از توصیه تخلف خود پس اصلاح نکرده باشن ما سراغ نداریم، ولی طبعا در تطبیق قرارداد حتما مشکلات اگر پیش میه و مشکلات دوباره با هماهنگی وزارت معدن و پترولیم حل میشه و کوشش میکنیم که حق سالمی و مسلمی که در داخل قرارداد به خاطر وزارت معدن و پترولیم تعریف شده و به دست بیاید. با این حال مقام های محلی در هرات هر نوع استخراج غیر قانونی معادن را رد می کنند و تاکید می ورزند که معادن این ولایت به صورت قانونی با شرکت هایی که قرارداد شده است استخراج می شود و سالانه 50 تا 60 میلیون افغانی از این بابت به خزانه دولت واریز می شود. اما برخی نمایندگان هرات در مجلس می گویند مافیایی که از درون نظام حمایت می شوند بیشتر معادن هرات را به گونه غیر قانونی استخراج کرده و در برخ ساحات مخالفان مسئله دولت نیز خود را از طریق استخراج غیر قانونی معادن تمویل و تجهیز می کنند. از سوی هم دیدبان شفافیت افغانستان استخراج غیر قانونی معادن را در کشور نگران کننده می داند و هشدار می دهد که سرمایه ملی مردم در حال عدر رفتن هست. شما ببینیم متاسفانه سلطه حکومت صرف در همه شهرها متمرکز و محدود است. بیشترین معادن سنگ ما در اولسویلی چشت ولایت هرات است که در اونجا به حساب همون قراردادا هم به اساس همون عدالت و انصاف مطابق به قوانین و مقررات نافذه و قانون معدن نبوده. هر کس که پول داشته باشه، هر کس که وسیله و واسطه داشته باشه، طوری که پروژه ها داده میشه، طوری که پروژه ها، چه پروژه انکشافی از چه پروژه های ساختمانی هسته، تمام پروژه ها در افغانستان ناممکنه که بدون زر و زور کسی بگیره. درست امروز کمیته تدارکات ملی تا جای تونسته کار بکنه، اما پروژه ها پیش از اینکه به اینجا انتقال میدم و زده بنده و قرار دادم باور کنیم، اما هر کس که تمام شرایط داشته باشه باز باید وسیله و واسطه در اینجا داشته باشه، مبلغ هنگفت پولی بدم کنا بتونم قراردادهای معادن بگیرم. همو قراردادهای معادن رم که در طی چند سال گرفتم همون کسایی بودم که یا زر داشتم یا زور داشتم. در اونجا باور کنیم که سالانه یا ماهانه همین تمام کسایی که در اونجا قرارداد دارم معادن در ولایت خود ما، اینا باید برم به پیشاور، به شورای ببخشیم شورای کویته، در اونجا پروتکل با اونا امضا کنم. ما به ما باید مبلغی که بین امو پروتکلی که با گروه مخالفین یا طالبان امضا کردم از اونا بپردازم. در غیر از او اونا یک لحظه به مو مسیر رفته نمیتونم. اونجا زیر سایه حکومت نیسته، وضعیت به همین منوال است. خب همین کسایی که در این راستا بیچاره ها سرمایه گذاری کردم، هم به حکومت مالیه میپردازم، هم به مخالفین باج میدم و به هزار مشکل سنگ انتقال میدم به ولایت هرات که این پروسیس شه و بعد از او طریق متاسفانه اینا هم حکومت توجهی بر اینا نمیکنه. زمانی که رئیس صاحب جمهور تاکید دارم به زیربناها باید عملا حمایت کنم، به گفتار که نمیشه. میگم ما تحمل نداریم، ادامه فساد تحمل نداریم. چگونه تحمل نداریم؟ همی کسانی که در همی راستا در همی بخش اینا تعیین میشم، کسانی هستم که روابط نزدیکی با مقامات عالی رتبه دارم، مثلا در مرز اسلام قلعه هسته، مثلا در مرز تورغوندی هسته، از کمیسرهایی که مقرر میشم، از قمندان های پلیس گمرک که در اینجا مقرر میشم، از بخش امنیت که مقرر میشم، از هر بخشی که در اینجا مقرر میشم، مطمئن باشیم که ما با ما اینا باج خور، همون مقدار کسی که از مرکز اونا رو در اینجا مقرر کرده، ای که چی کسی هسته، حتما
باید به مقامات عالی رتبه ارتباطی داشته باشه، باور کنیم که ما با ما همون سهمیه و همی باج خورد به مرکز میفرستم. اونجا بدون هدف کسی نمیره. تا همچون یک شبکه مافیایی نباشه که از چشت اینا رو همراهی کنه تا زمانی که از مرز میگذره. ما در دو بود، یکی سنگای قیمتی لاجورد و زمرد و یکی سنگای زینتی مثل سنگ مرمر و رخام که در ولسوالی های مختلف ولایت هرات معادن از وجود داره. آنچه که برمیگرده به معادن سنگای قیمتی مثل زمرد و لاجورد، اینا خوشبختانه به دلیل از اینکه در اعماق زمین اینا موقعیت داره، دسترسی افراد استفاده جو برای از اینا در حال حاضر دشوار، ناممکنه، به هیچ عنوان تا حالا استخراج نشده. اما استخراج از اینا نیازمند برنامه‌ریزی طولانی مدت و همچنین سرمایه هنگفت است که دولت این کاری توانایی را داره. در غیر از این صورت افراد به گروه انفرادی امی توانایی را ندارن که اینا را استخراج کنن غیرقانونی و یا که قاچاق بکنن. اما در رسای استخراج سنگای زینتی به خصوص در ولسوالی چشم شریف ما معادن زیاد داریم که سالانه تقریبا 50 تا 60 میلیون افغانی درآمد از نوعی استخراج معادن جمع‌آوری میشه و به طریق به خزانه دولت تحویل میشه. در کنار از این که یک منبع مهم اقتصادی برای دولت است، ایجاد شغل کرده برای صدها تن از جوانان ولسوالی چشم شریف و به ولسوالی های ولایت هرات که در حال حاضر در اونجا استخدام شدن به کار میکنه. معدن در ولایت هرات یک مشکل بسیار جدی بوده و هنوز هم است. این قراردادها به شکل غیر شفاف انجام شده و فعلا هم نظارت درست از پروسه استخراج معدن وجود ندارد که زمینه را برای سوء استفاده شرکت ها آماده ساخته و همچنان استخراج غیر قانونی در نقاط مختلف ولایت هرات ادامه دارد که این استخراج غیر قانونی باعث شده که سنگ های نیمه قیمتی و سنگ مرمر از ولایت هرات و بیرون از افغانستان قاچاق شود و حتی باعث از این شود که ناامنی در مناطق ایجاد شود و مخالفین از این طریق کارهای که در راستای ضعیف کردن حکومت انجام میتن این را تمویل کنند. حالا باور آگاهان امور اقتصادی بر این هست که حکومت یک برنامه منظم و درست برای استخراج معادن در افغانستان ندارد و سوی دیگر در کل دولت یک نظارت و کنترل جدی در زمینه قراردادهایی که در این بخش صورت میگیرد نداشته است و اگر این دو کار صورت بگیرد هم ما می توانیم جلو قاچاق سنگهای قیمتی و استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان را بگیریم و از سوی دیگر میلیاردها دلار به خزانه دولت در خواهد آمد. در حالت کنونی که ما در عمدتاً در یک حالت بد اقتصادی اجتماعی سیاسی به خصوص بد سیاسی قرار داریم و در حقیقت نمیشه که آدم توقع ببره که تمامش به صورت نرمال حرکت میکنه. این برای ما بسیار طبیعی است. برای اینکه داشته های افغانستان آرام آرام میره که از یک افغانستان به صورت سریع بیرون بره و به خصوص همسایه ما در حقیقت در این مسئله بسیار رول بازی میکنن. این ناشی میشه از این که ما در یک درست یک سیاست پالیسی معین را متاسفانه نداریم. عدم موجودیت پالیسی در پالیسی جدی و تعقیب جدی از او و در قدم تطبیق او پالیسی هایی که ما باید ایجاد بکنیم میشون مطابق به شرایط خود ما باعث میشه که دقیقا هر کسی بخواید چین کار انجام بدن. این نه تنها ولایت هرات است بلکه بدخشان ما هم دمی قرار داره، در شمال و جنوب و شرق و غرب کلش قرار داره. من فکر میکنم که خب عدم جدی بودن دولت افغانستان هم در حقیقت مو ارتباط میگیره به عدم موجودیت یک پالیسی درست در مسئله که بتونه تطبیق شود و تطبیق از او و پیگیری از او که چگونه است. و در پالوش هم نوع خواب بودن یا عدم حرکت بسیار جدی پارلمان هم در این زمینه بسیار به نظر من بسیار قابل مکس است. برای اینکه در این مورد پارلمانی ها اصلا سوال بسیار نمی کنند. در پالوش هم مسئله جامعه مدنی افغانستان، جامعه مدنی افغانستان که باید چنین صدا را بکشه و فریاد مردم را بیرون بیاره از مسئله داشته ها
جامعه مدنی افغانستان در خدمت خاموش است که من خواهش میکنم که هم جامعه مدنی هم پارلمان هم دولت و هم مردم افغانستان در قسمت داشته ها و ارزش های خودشان باید کمک بکنه و از سکتور خصوصی هم که در حقیقت نوی مجبوریت داره تعدادش که باید قاچاق کنه از بعض موارد اونا هم برشان راه های قانونی آماده شوه. هرچقدر شما راه های قانونی برای یک تجار برای یک سرمایه گذاری آماده می سازید اما قدر شما از قاچاق از بیرون شدن کالا و ارزش هایتان بدون در نظر داشت قانون در حقیقت جلوگیری میکنه. سکتور معادن افغانستان و معادنی که در افغانستان از لحاظ منابع طبیعی موجود است فعلا با اساس همو تخمین USAID یا اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا حدود 3 تریلیون دلار تخمین کردند و از دید ما آب و معادن در افغانستان دو روزنه امید است برای توسعه پایدار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در هر سه بود. وزارت معادن نقش بسیار کلیدی استراتژیک و اساسا میتواند این راستا در راستای رفتن افغانستان به توسعه پایدار اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایفا کنه، ولی متاسفانه وزارت معادن از لحاظ مدیریتی ضعیف بوده، تحرکات فوق‌العاده نداشته، نوآوری‌ها نداشته و مدیریت هم که یک سکتور مهم برای افغانستان در دست یک خانم و زن از دید ما بسیار یک عملکرد ضعیف است، یک سیاست ناقص است. باید یک شخص بسیار متخصص قوی از کادرهای افغانستان از جمله طبقه ذکور مدیریت وزارت معادن به دست می‌گرفت و خود نشاندهنده عملکرد و تعهد است که یک خانم مدیریت هم یک سکتور بسیار مهمه در افغانستان. با وجود که ما یک جامعه بسیار سنتی هستیم، بدون شک خانم‌ها تانستن در کشورهای پیشرفته مدیریت کنن مثلا در اروپا، ولی در افغانستان جو اجتماعی و فرهنگی سیاسی و اقتصادی ایجاب نمیکنه، چون ما انباری از مشکلات را داریم و ایجاب میکرد که یک مرد مدیریت کنه سکتور معادن افغانستان. رای حل از دید ما می بودم میتونه که همون قسمی که شبکه نظارت بر منابع طبیعی گفتن 70 مورد قانون معادن مشکل داره، قوانین طور طرح دیزاین و تصویب کنیم که بهترین و مهمترین ویژگی را که سهولت زایی است، آسان زایی است و ایجاد کردن سهولت از آدرس و پالیسی و قوانین باشه. یک راه حل بوده میتونه در راستای مدیریت ما از لحاظ اسناد، قوانین و پالیسی و از بود عمل کرد. ما باید صادقانه و با یک تعهد و اراده ملی عمل کنیم، نه در حد شعار. رفته رفته نزدیک شدیم به پایان و فرجام تجسس این هفته، ولی آنچه برایند و نتیجه تجسس ما در این هفته هست نشان می‌دهد که معادن ولایت هرات بنا به موجودیت ناامنی‌ها در برخی ساحات به گونه غیر قانونی استخراج می‌شود و فرمانی که رئیس جمهور هم برای جلوگیری از قاچاق معادن هرات حدود 8 ماه پیش صادر کرده بود گفته می‌شود که این فرمان نه تنها چالش استخراج غیر قانونی معادن هرات را حل نکرده است، بل صدور این فرمان چالش‌های را در این بخش بیشتر ساخته است و بیش از 20 شرکت سنگ مرمر به دلیل دریافت نکردن سنگ کارشان توقف یافته که روزانه بیش از 1 میلیون افغانی به این شرکت ها خساره وارد می شود. حال تنها راه بیرون رفت از این مشکل و بحران از سرگیری قراردادهای معادن هرات و نظارت دقیق دولت در این بخش دانسته می شود. در غیر آن باورها بر این است که سرمایه گذاران معادن هرات سرمایه هایشان را از این ولایت بیرون خواهند کرد. این بود گردآوردها و داشته های تجسس این هفته. تا برنامه دیگری که من خوشحال آصفی با اتفاق از همکارانم در خدمت شما عزیزا قرار خواهم گرفت، تا درود بعد، بدرود.